همان بدبخته که رفایده حیثقه را تجاوز کرد و کشته در حجاخانه پرتفته بود. امروز کارمندان حفظ حقوق او بدبخ را دستگیرش کردند. صد شکری خدا. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و حاضران شبکه کاروان عمر. دوستان عزیز، اگر ممنون شود در زیر ویدیو لایک گذارید و این نامه را به دیگران برسانید تا اینکه از این حالت با خبر شوند، زیرا انتظار این حالت بودند. آیا این بدبخ را دستگیر میکند یا اینکه نه؟ رفاعیده عنایت آوائی 8 ساله که با اطلاع مقامات تاجیک از جانب همسایه اش رحمت الله گدایی تجاوز و کشته شده است. آن روز به خانه همسایه برای بازی با دوگانه اش رفته است. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید زمانی که رفاعیده به خانه دوگانه اش دختری گدایی آمده است، مرد صاحب خانه آنجا تنها در حالت مستی قرار داشته است. صاحب خانه با استفاده از آن که در منزل کسی نیست، با راه بوغی کردن و ناموس دخترچه دسترازی کرده است. منبع افزود گدایم گرچند مست بوده است، اعمالش را درک میکرد چون تلاش پنهان کردن ایز جنایت نموده است. متهم در پای کشتار جسد را به حاجتخانه پرتافته، بالایش خاک و سنگ پرتافته، آثاری خون را تازه نموده است. آمده است در گزارش یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان اخیراً گفت پرونده از روی قتل و تجاوز رفاعیده 8 ساله در ناحیه رودکی را تحت نظارت شخصی گرفته است. با اطلاع دادستان از روی این حالت نسبت گدایی بر اساس ماده های 138 تجاوز به ناموس دختری با سن 14 نرسیده و 104 کشتار پرونده جنایت آغاز گردیده است. این ماده های کودکس جنایی تاجیکستان تا حبس یک عمره را پیش بینی میکنند. حادثه کشتاری رفاعیده عنایت آوائی 8 ساله روز 4 ایول در ناحیه رودکی رخ داده از قضیه ها پربحث‌ترین در جامعه تاجیکستان شد. مقامات با اتهام این جنایت همسایه و پدر دوگانه رفاعیده رحمت الله گدایی را بازداشت نمودند. نظر بی‌واسطه این گدایی و یا جانب حمایه‌اش درباره این قضیه و اتهامات فعلا دسترس نیست. خبر از وزارت کارهای داخلی و خبرتیجی.